برخی از سلیبریتی های معروف جهان چه سرگذشت های عجیب و بعضاً غم‌انگیزی داشتن. افرادی که حتی فکرش رو هم نمی کنید. با ما همراه باشید تا پرده از رازهای تلخ گذشته این افراد برداریم. شارلیز ترون به عنوان یکی از مستعدترین بازیگران هالیوود شناخته می شود. ایفای نقش او به عنوان آیلین ورنس به دریافت جایزه اسکار و همچنین ماندگار شدن او در تاریخ سینما انجامید. ولی گذشته او کمی متفاوت با آن چیزی است که اکنون می بینیم. شاید هرگز چیزی درباره آن بچه عصبانی ساکن آفریقای جنوبی نشنیده باشیم که حالا به بازیگر محبوبی تبدیل شده است. ترون در مزرعه‌ای همراه والدینش بزرگ شد. والدینی که در یک ازدواج بی‌عشق گیر افتاده بودند. پدرش همیشه مست بود و گرچه ترون می‌گوید پدرش هرگز به آسیب فیزیکی نرساند، ولی چنین موضوعی درباره مادرش صدق نمی‌کند. یک شب عمه‌اش با او تماس گرفت تا بگوید پدرش با حالتی عصبانی در مسیر آمدن به خانه است. به زودی سر و کله پدرش به همراه برادرش پیدا شد و تهدید شارلیز و مادرش را شروع کردند. تهدید به اینکه با تفنگ به آنها شلیک می کنند. بحث بالا گرفت و آشوب سختی برپا بود تا اینکه پدرش از درون درب اتاق خواب به سمت مادر شارلیز تیراندازی کرد. و اینجا بود که مادر شارلیز هم با تفنگ دستیش پدر شارلیز را کشت و به برادرش هم شلیک کرد. خوشبختانه در دادگاه مادر شارلیز به علت تیراندازی برای دفاع از خود تبرئه شد و ترون هم توانست در ادامه زندگی خود به دستاوردهای شگفت‌انگیزی برسد. پیرس برازنن. سختی زندگی پیرس برازنن کم و بیش از همان آغاز زندگیش شروع شد. او در منطقه روستایی در ایرلند به دنیا آمد و به سرعت پدرش آنها را ترک کرد. پدری که پیرس فقط یک بار دیگر در زندگیش او را دید. مادرش مجبور بود او را برای زندگی به خانه پدر بزرگش بفرستد و خودش به عنوان پرستار در بریتانیا کار کند. پیرس را سپس پیش خاله و شوهر خاله و سپس به اقامتگاهی عمومی فرستاد. مادرش دو بار در سال به او سر می زد و در نهایت پیرس نوجوان توانست در سن 11 سالگی به بریتانیا برود و البته که در بریتانیا هم زندگی مطابق میل او نبود. پیرس کوچک باید در مدرسه قلدری های بچه های دیگر را تحمل می کرد. در سال 1980 پیرس برازنن با کاساندرا هریس ازدواج کرد و سه فرزند شوهر پیشین کاساندرا را به فرزندخواندگی پذیرفت. ولی در سال 1991 کاساندرا در سن 41 سالگی و پس از 4 سال مبارزه با سرطان تخمدان از دنیا رفت. این بیماری این خانواده را رها نکرد و بعدها در سال 2013 جان دختر 41 ساله این خانواده را دوباره گرفت. همان زمان بود که برازنان از پسرش کریس دور شد. پسری که اعتیاد به مواد مخدر داشت و این اعتیاد به دعواهای خیابانی و دزدی و دو بار تصادف در حین مستی در طول 2 سال انجام میده بود. شاید این تصادف‌های حین مستی همان چیزی بودند که کاسه صبر برازنان را لبریز کردند. چون پیش از این نیز برازنان در حادثه نزدیک بود پسر خود شان را در 13 سالگیش از دست بدهد. حادثه‌ای که تقصیر پسر عموی شان بود که در حین مستی خود را از پرتگاهی به پایین رانده بود. با وجود این برازنان میگوید نیازی نیست با او همدلی کنید. گرچه به نظر میرسد کودکی و غم‌انگیز بوده است ولی برای او همه چیز عادی بود. نیکی میناش. چه عاشقش باشید و چه از اون متنفر باشید، شکی نیست که نیکی میناش توانست مسیر شغلی بسیار موفقی را برای خود بسازد. با آلبوم‌های پرفروش و مجموعه‌ای از جوایز و ارزشی بالغ بر 100 میلیون دلار، نیکی میناژ می‌توانست زندگی بدتری هم داشته باشد. ولی طبق گفته‌های خودش، این حقیقت که همه چیز افتضاح بود، به او انگیزه داد تا به این اندازه سخت تلاش کند. میناژ در دوران کودکیش باید پدر آزارگر و معتاد خود را تحمل می‌کرد. پدری که مادر نیکی را کتک می‌زد و جای مشت‌هایش روی دیوار باقی می‌ماند. پدری که بارها دستگیر شد و لوازم خانه را برای تهیه پول مواد مخدر می فروخت. پدرش یک بار هم تلاش کرد تا با آتش کشاندن خانه مادر نیکی را بکشد.
با وجود همه اینها، والدین نیکی هنوز هم با هم زندگی می کنند و هر بار که پدرش این داستان نیکی را می شنود، چندان خوشحال نمی شود. نیکی در جواب به این واکنش پدرش می گوید، این همان چیزی است که در ازای مصرف الکل و آزار خانواده تان گیرتان می آید. شاید روزی دخترتان مشهور شود و داستانتان را به کل جهان بگوید. پس پدرهایی که کارهای وحشیانه ای می کنید، به این موضوع فکر کنید. جیم کری. زندگی جیم کری کوچک زندگی بسیار نرمالی بود. پدر او حسابدار بود و زندگی خوبی به عنوان یکی از خانواده‌های طبقه متوسط درآمدی داشتند. متاسفانه پدرش شغلش را از دست داد و جیم جوان مجبور شد از مدرسه بیرون بیاید و به عنوان سرایدار کار کند تا کمک خرج‌های خانواده باشد. همه چیز خیلی بد بود و حتی در طول دوره خانواده مجبور شدند در یک ون زندگی کنند. حتی جیم جوان به این فکر افتاد که شاید بتواند با انجام استنداپ در کنار سرایداری کمی پول بیشتری به دست بیاورد. بیشک همه چیز برای جیم کری جوان خوب پیش رفت و شغلش به عنوان یک کمدین جوان بسیار موفقیت آمیز بود. ولی سالها بعد دوباره سختی های زندگی به سراغش آمدند. وقتی که از دوست دخترش کاتریونا وایت جدا شد و او هم چند روز بعد خودکشی کرد. یکی از یادداشت‌های گوشی کاتریونا جیم را مقصر نابودی زندگیش می‌داند و می‌گوید جیم او را با مواد مخدر آشنا کرده و چند بیماری مقاربتی را به او منتقل کرده است. به سرعت مشخص شد که وایت هنگامی که با کری دوست بوده است برای دریافت گرین کارت با مرد دیگری ازدواج کرده است. سپس شوهر و مادر وایت علیه جیم کری شکایت کردند و او را متهم به این کردند که عامل خودکشی دخترشان بوده است. مشخص شد که وایت آزمایش‌های بیماری مقاربتی خود را دستکاری کرده است تا طوری به نظر برسد که قبل از ملاقات جیم کری سالم بوده و بعد از ارتباط با او دچار این بیماری‌ها شده است. پس از سال‌ها مبارزه حقوقی جیم کری بالاخره از این اتهامات تبرئه شد. بریتنی اسپیرز همه می دانند که بریتنی اسپیرز سالهای سختی را تحمل کرده است. نزدیک بود این ستاره را از دست بدهیم، ولی او به ما نشان داد که در هر شرایطی می توانیم راه برگشت و سلامتی را پیدا کنیم. او کمکی را که لازم داشت دریافت کرد و حالا به جایگاه حقیقیش به عنوان ملکه پاپ برگشته است. ولی گرچه بیشتر ما داستان سال 2007 او را به یاد می آوریم، بسیاری از ما از جریان زندگی کودکی او خبری نداریم. خانواده بریتنی آنقدر فقیر بودند که پدر الکلی و آزارگر او برای تأمین غذای خانواده به شکار خرگوش یا سنجاب می رفت. لین اسپیرز مادرش تصمیم گرفت به جای پیدا کردن یک شغل بهترین راه پولدار شدن را انتخاب کند و از صدای دخترش استفاده کند. متاسفانه این نقشه موفقیت آمیز بود و حالا بریتنی نانآور خانواده 5 نفره شده بود. او در 13 سالگی به مشروبات الکلی روی آورد و در 14 سالگی رابطه جنسی داشت و به او اجازه می دادن پسران را به اتاق خود ببرد. همچنین مادرش قرار دوستی او با فردی 18 ساله را گذاشت تا در عوض تبلیغات رایگان دریافت کند. بریتنی در 15 سالگی به سمت مواد مخدر رفت. سپس او در شغلش بسیار موفق شد. سپس همه چیز سقوط کرد و به حکم دادگاه قیمی برای او مشخص شد. ولی با توجه به این حقیقت که پدرش فردی الکلی بود که یک بار به مدت 4 ساعت گزارشگری را با چاقو تهدید می‌کرد، دادگاه او را قیم بهتری نسبت به لین تشخیص داد. مادری که این روزها بریتنی ارتباط بسیار کمی با او دارد. داستان ستاره‌ای که در چشمان مرگ نگاه کرد و سپس برخاست و موفق شد. داستانی که تا دهه‌های آینده نیز بارها و بارها شنیده می‌شود. خب دوستان، ممنون که تا آخرین برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.